اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. چنگ میزند موج گیسوان تو، دستهای مرگ او میدرد چهره جوان تو. آرزوی اوست بر تنت کفن، جستجو کند تای پیرهن. در ولایتش زشتی آشکار، حرف اولش الفرار الفرار. عشق رمز مرگ اوست، خنده دشمنش، خفته مثل مار لابلای دامنش. حجت مبین حوزه شد در شروع آیت اللهی، با جناق باز شد روی تخت آهنی. زن حضور زندگی است، نفی مرگ و بندگی است. آتش شکفته غزل در برابر درندگی است. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 22 اپریل، 3 اردیبهشت. اردیبهشت، خیز ای بت بهشتی، آن جام می بیار. کردی بهشت کرد جهان را بهشت بار. من داشتم تأمل میکردم توی باز ویکند ها، وقتی که خیلی سر و صدای سیاست زیاد میشه، کمی تأمل میکنم رو سینما. ببخشید، این سرماخوردگی منو بیچاره کرد، دست از سرم بر نمیده. ولی با پرروی میگم، میرم میشنم حرفم میزنم. نکته رو بهتون میگم، داشتم یک کلیپی میدیدم، مفصلم بود، آقای فریدون جیرانی با این مردک خزایی، این حمالی که گذاشتن مسئول امور سینمایی تو ارشاد. یه وقت هم خودش کار میکرد، فیلم میساخت، سناریو میدوشت. من پیش خودم حساب کردم این بیچاره جیرانی چقدر حوصله کرده، پا نشده یه دو تا مشت تو صورت این بزنه از استودیو پرتش کنه بیرون. البته بعدش خودش باید میرفت زندان، ولی خیلی طاقت آورد تا این یه حرف میزنه. آزادی نیست در ایران، آزادی نیست در سینما، آزادی نیست. اون سینماگر برانداز که میره پول میگیره. این شعور کوچک اینا. اون زمان ها حسین بازجو، ما دو تا مقاله می نوشتیم، حرف می زدیم، اسرائیل پول داده، آمریکا داده، همش این بدبخت ها توی پولن بیچاره. یه چیزی وجود داره به نام اعتقاد. من ولایت فقیه رو در زباله می اندازم، این اعتقاد منه. نه آمریکا به من پول داده، نه حسن، نه حسین. به خاطر اونا هم نمیگم، 45 سال از عمرم گفتم. بیشعورها درک کنید، سینماگر ایرانی فرهادی نرفته پول بگیره گربه رو بسازه. بدبخت، برو جدایی سیمین رو نگاه کن دوباره بشین ببین
ببین چه حرفی زده فرهادی، برو ببین فروشنده رو، برو ببین نفی ولایت تو سید علی پایین خیابانی و حکومتته، نفی توست، نفی آدم کشانی که تو خیابان به جان زنان افتادن، نفی توست، ستایش فاطمه سپهریست، ستایش نرگس محمدیست. درود بهش، چه پیام زیبایی فرستاده بود. و شما اون وقت اومدید نگاه کن، حالا بازجو خبرنگار میفرستاد، حالا بازجو روانشناس. این حسین بازجو وقتی که میرفت توده یا و چپا رو بازجویی بکنه، چون به هر حال میده حسین بازجو بچه دماونده، الان هم به همین دلیل شیر کشخونش اونجاست و تشکیلاتی که درست کرده. این حسین بازجو یه مدت رفت زندان، بعد رفت زبان انگلیسی بخونه، بعد اومد و آخه ببین مثلا زبان انگلیسی به قد و قامت این نمیخونه، این مرغی باید حرف بزنه. بعد میرفت تو زندان چپا رو محاکمه میکرد، بازجویی میکرد و بعد را پیششون میذاشت که آره بیاین پای آقای خمینی رو ببوسین و بگین غلط کردیم و بگید اسلام ناب و تا آزاد بشین. بعضی هم رفتن بیچاره ها، بعضی آدم وقتی نگاه میکنه طبری رو تفلک به چه روزی افتاد و چه بلایی سرش رو بردن، مرسی خون امام حسین شد. یا خود این کیانوری، البته کیانوری با همه عیبایی که بهش میگن تا آخر عمرش به ایدئولوژی که اعتقاد داشت پایبند بود، مون دیگه. فرصتی هم که پیدا کرد با گالیندوپول صحبت بکنه، همه اسرار ریخ بیرون که چقدر شکنجش کردن و چه اتفاقاتی افتاد. ولی خب در جمهوری جهل و جور و فساد این حرفا کودکانه است. شما فکر کنید 400 و 500 تا موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک کرد، هیچ کدومش به اسرائیل نخورد. آبریزگاه سازمان بازنشستگی اسرائیل هم خراب نکرد. عمه آقای نتانیاهو هم جلوی در خونش توالتش خراب نشد. اما باد به قبقب زدیم، اسرائیل اومد گفت نمایشی میخوایم، منم نمایشی براتون کار میکنم، من میام پایگاه شکاری بمب افکن اصفهان که مهمترینه برای شما، من میام میزنم پایگاه سردار بابایی رو و سیستم S-300ی رو که اونجا کار گذاشتید دود میکنم میفرستم هوا. بچه ها نمیدونم عکسش رو دارن یا نه، قبل از عمل بعد از عمل اسرائیل هواپیماهاش از راه دور موشک نقطه زن میزنن، صاف میره میخوره توی پایگاه. جمهوری اسلامی از راه نزدیک موشک نقطه زن میزنه، 200 کیلومتر اونورتر میفته. حالا برای مسخره کردن اسرائیل در تلویزیونشون با کارشناس راجع به اسرائیل صحبت میکنن که این وقت میرسونه که اسرائیل چقدر قدرتمنده. نگاه کنید طرف داره مسخره میکنه، اسرائیل عرضش 15 کیلومتر، نگاه کن حتی خوب نیست، نادان. جوانای ما عرض کشور یه چرخ میرن، نتیجه اسرائیل میاد دانشمند اتمی تو میکشه در سرزمینی که 1,648,190 کیلومتر وسعت داره، چندان هزار برابر اسرائیل. نتیجه یک عده نادان آدم کشه آدم خور دزد مسلط شدن، تمام نعمات این کشور رو تو جیب ریختن نابود کردن. ببین اینا که من میگم حرفای علیرضا نوری‌زاده نیست، فقط من دشمن این رژیمم،
یارو به من گفت آقا این کارش که خوب بود. گفتم من در اینجا خوبی نمیبینم، واقعا نمیبینم. این کشور در دست یک مش دزد آدم خوره که دزد آدم خوره آدم کش نمیتونه معرفت داشته باشه و احسان کنه. آقای قالیباف میاد در مقام فرمانده نیروی هوایی سپاه، پایگاه کاور میزنه، کار میکنه، تلاش میکنه. بعد میاد فرمانده نیروی انتظامی میشه، کار میکنه، خوب کار میکنه، امنیت برقرار میکنه تو جاده همه اینا. حالا بغلم یه جیبش میریزه. بعد میاد شهردار میشه، شهردار سه‌سوته، پروژه ها رو سه‌سوته اجرا میکنه. یه بارم میگه من رضاخان اسلامیم. از اون به بعد چی میشه؟ فساد سر تا پاشو میگیره. بعد میاد میشه رئیس پارلمان. این داستانا که داریم میبینیم. آقای شمخانی یه بچه خرمشهری عشق داره، میره وطنش دفاع میکنه، جلو عراقی ها وامیسته. من یادمه با دمپایی جلو تیمسار مدنی گاردش بود میمد اونجا. خب این بچه بعدن چی میشه؟ فرمانده نیروی دریایی میشه، نیروی دریایی ارتش هم فرماندهش میشه. بچه ها رو صدا میدن میگه آقا من بلد نیستم، کمک هم کنی امکانات میتونم براتون بگیرم. و میگیره و نیروی دریایی دوباره احیا میشه. اما به محض اینکه باد تهران به دماغش میخوره، همدست دزدا میشه. آقا شما عروسی رو تو هتل اسمیناس نگاه کنید، عروسی یکونی میلیاردی فقط جشنش نگاه کن. اینجا منطقه الهی است، گرونترین و لاکچریترین منطقه فکر میکنم کله ای. توی این همه برجای سر به فلک کشیده و لاکچری، این پروژه رو شما مشاهده میکنید با این زمین توی این موقعیت مناسب. که صاحب عرض کنم برج های بزرگ شده، شرکت های متعدد در خارج از کشور داره، عرض کنم که از این فرصت های توزیع منابع اینا بهره مند شدن. تعداد زیادی شرکت های بازرگانی تو همین کشورهای عربی دارن، عرض کنم نفت کشور رو میفروشن. حتما باید بچه آقای فلانی روزی 1 میلیون بشکه نفت بفروشه.
بله واقعا چنین است آقای شمخانی، دمپایی پلاستیکی تو کوچه های خرمشهر. آدم وقتی نگاه علی اکبر بهمنش رئیس جبهه اصلاحات مازندرانم حرفای تو کلاب ها زده بود، جالب بود، گفتم بعد نیست شما هم اینا رو بشنوید. هر وقت بحث حجاب پررنگ شد دقیقا حساب شده است. بدونید که در همون زمان ده ها چای دبش و بالاتر از چای دبش تغییر تفاوت سیستم کثیف ربوی بانکی نیومده بیرون. بالا 100 میلیارد دلار فقط اونجا اختلاس شده، ارز خارج کردن از ایران بردن. اکثریت این بانک های خصوصی زیر نظر کدوم نهادن غیر اینه که زیر نظر نهاد فرمان امام و بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان و غیر اینه؟ مگه توی قضیه همین تحریم های 20 سال گذشته به خاطر انرژی هسته‌ای بالای 1500 میلیارد دلار فقط اختلاس شده از ایران خارج کرد. چند هزار میلیارد که رئیس مجلس خودتون، سردارتون، سردار قالیباف که افتخارشون این بود 20 سال هم بود میگم شدم فرمانده لشکر، یه گردان از ما میبردن، امثال آقای قالیباف، امثال آقای شمکانی، این سردار بدنام که پسرش روز 1 میلیون دلار یعنی روز 60 میلیارد تومان داره فقط تو مافیای نفتی داره میخوره میبلعه، یه گردان از ما میبردن که ما کودک بودیم، نوجوان بودیم، یک دسته یه گوران از ما برمیگردوندن تا بشن سردار. بعد امروز با تبختر فخر میفروشن و صف اول هم میرن میشینن. گوش کردی حرفاشون؟ یه گردان از ما میبردن یه دسته کوچولو برمیگردوندن که بشن سردار. اینا که نمیجنگیدن، اینا یللی تللی میکردن. یکی بر من میگفت آقای محسن رضایی قضاشون باید جداگانه از تهران میمد. یادشون رفته بود آن سبزوار که اوضاعشون چطور بود. حالا برگردیم به موضوع جنگ، چون شما مرتب از من میپرسید و سوال میکنید که آقا این حیوان بازی که در وردن در برابر زنان این به کجا خواهد انجامید؟ زنان ایران پوزه اینها رو به خاک میزنن، با بودن نرگس محمدی ها، با بودن فاطمه سپهری، با بودن این زنان دلاور و آزادمون تو زندان، فاطمه وسمقی، با بودن اینها. یه دنم شما صداشون رو نمیشنوین ولی حضور دارن. گیتی پور فاضل عزیز حضور داره، همون دل شکسته و سایه شکستش از هر سروی بلندتره. درود میفرستم به همشون، این زنان دلاوری که واقعا پوزه سیدری رو به خاک مالیدن، آبروشون رو بردین. این مبارزه شما برنده میشین. اگر مردان بی غیرتی کردن، شما غیرت دارید. شما نخواهید گذاشت در این نبرد، در این مبارزه شکست متوجه ملت ایران بشه. میدونم. خب بگذارید اول برای اینکه آقایون عمامشون خود بالاتر بگذارن، سخنان وزیر داخله افغانستان رو براتون پخش کنم. این خیلی جالب، نگاه کن. از دیدن فیلم های ظلم به زنان در خیابان های تهران به قلب انسان درد می آید. این خود گرازش که مسئله حیوانیت و مسئله آدم خوریست، قلبش از ظلمی که به زنان ایران میاد به درد آمده. برای اینکه راحت در افغانستان با دستاشون می درن و درسته قورت می دن. ولی در جمهوری ولایت فقیه چون اینا مجبور آقای ملتی مثل ملت ایرانه، با قاشق چنگال سر ببردن و لقمه های کوچولو هم بردارن. در طالبان زنه رو جر میده، درسته میخوره، پسر بچه 10 ساله هم گوشواره میکنه سرش رو میبره، هزار بلا سرش میره چون هزاره شیعه است،
یا تاجیکه. ولی در جمهوری ولایت فقیه کار به باجناق بازی میکشه و طلبه که آخونده توصیه میکنه بچه هاتون رو برسین حوزه، بچه های با استعداد، روش نمیشه بگی و خوش قیافه با به میل علما، باورتون نمیشه؟ حتی وعده میده میگه اگه بیای حوزه کاروبارت هم رو بهتر میشه. نگاه این امانت دین رو باید روحانی، عالم دینی و طلبه باید اینا باید حفظ بکنن. اگر بچه های خودتون رو نفرستی که از به حوزه نشن، خب کی باید بیاد بالاخره این بخش از نیاز جامعه و واجب کفایی رو انجام بده؟ بنده خواهش میکنم دانش آموزان مستعد بیان انشاءالله به سمت حوزه ها، حتی از نظر فرصت های شغلی در آینده هم باز از طریق حوزه فرصت های زیادی وجود داره. چی دیگه میخوای؟ آقا بیا حوزه، هم آینده تو تامین کن، هم شبای منو داغ کن، بیا حوزه دیگه، بعدم برو سراغ باجناق. این حوزه پربرکت امام جعفر صادق همه چی بهت میده. میگید نه؟ اوائل انقلاب این محسنی اژه‌ای به عنوان خرطرین آخوند معروف بود. همین مسیح مهاجری مدیر روزنامه جمهوری اسلامی که به خاطر داشتن یک چشمش نابیناست به اونم توهین میکرد، یه روز اومد داد زد گفت من یه چشمم اب نده، خدا خواسته، ولی شما چطوری محسنی خره رو آوردین اینجا به جای اینکه این سواری بده اون داره سوار شما میشه؟ محسنی اژه‌ای فرق هر رو با بر نمیداند، قانون قضا نمیشناسد. همون مزخرفاتی که تو حوزه خونده، تازه اونم چون آدم بی استعدادی. شما ببینید خامنه ای هرگز آدمای هوشمند رو انتخاب نمیکنه، هیچ وقت. اگر یه آدم هوشمندی هم پیدا بشه بدبخت مثل اون شاهرودی میشه. حالا اون مشکلش این بود که عراقی الاصل بود، ولی به هر حال درسش رو بلد، همین مزخرفات و حوزه رو خوب خونده بود، الفیه رو بلد بود، شرح لمعه رو بلد بود، به سطوح هم میرسیدی بلد بود، برای همین معلم خامنه ای شد. ولی سرنوشتش چی بود؟ یا آقای لاریجانی عاشق صادق این دو روز رو بلد بود، آدم باهوشی هم بود. همه این برادار اینجوره، تمام بچه های آقای ویزه هاشم آمولی بچه های باهوشی هم. چه دکتر علیشون، چه دکتر باقرشون، محمد جوادشون، اینا همه شما آدم های باهوشی هم. حتی خواهرشون. خب چی شد؟ تمام زیرا به همه رو زدم. داشتم گویا نیوز رو نگاه میکردم، تصویری از اینا گذاشته بود در مراسم ختم معاون اسبق آقای معاون اول آقای توفه آرادان اومده بودن، همه تیر و طایفه در اونجا بودن و نگاه میکردم قیافه هاشونو، همه ورشکسته، همه داغون. حالا چه از آقای خرازی، آقا کمال گرفته اومده بود اونجا، چه حداد عادل گرفته بود که واقعا شبیه مردشورا شده بود. حالا مردشور هم قیافه خاصی نداره، ولی سمبولیش دارم میگم، نمادی، بوی مرگ ازش ساطع بود. و این قیافه ها رو نگاه میکردم، خدایا اینا وقتی نشستن رو کرسی قدرت گمان میکنن آقا خدایا من شاه جهانم، ولی این نیست. روزگار ذلت اینا فرا رسیده. خامنه ای ببینید
حقارت انسان به کجا برسه. این نظامیان رو نگاه کنید، حداقل اون ارتشیاشون دوره دیدن، آدمی هن، کسی هستن. حالا یه سپاهی هم که با درجه حلبی نگاه کن. تو این صف یه وزیر دفاع رو این جلو میبینیم که ارتشیه، اون طرف نمیبینم حالا فرمانده کل ارتش کجاست، چرا نیست، آقای باقری است، موسوی رو من نمیبینم و آل تیمسار آشتیانی رو میبینم. اینا باید بیان پشت سر یه روزخونی که در مشهد برای 5 تومن منبر رفتن خودشو به در و دیوار میزد، اینا باید بیان بیستن پشت ایشون نماز بخونن، چون عادلن. شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 محافظای اینا، 7 محافظ بدبخت شاه، 2 محافظ اگه دنبالش بودن. اون وقتی که با ماشین میمد تو خیابون پهلوی را میرفت، رانندگی میکرد، 100 بار من از بالکن محضر پدرم همونجا بود میستادم نگاه میکردم، با یه ماشین کورسی خودش، گاهی هم یه نفر پلوش میرفت، یه ماشین هم پشت سرش بود، 2 نفر توش بود. سید علی خامنه ای تو اتاق گیدار نماز میخونه، 7 محافظ داره. ببین اینا چقدر وحشت زدن، چقدر از نفرت مردم از خودشون خبر دارن. هیتلر هم وقتی براش بمب بردن گذاشتن اونجا، همون 7 نفر بودن اونجا نشسته بودن دیگه، 10 نفر بودن. سرنوشت خامنه خیلی بدتر از اینا خواهد بود، من به شما قول میدم. آدمی که دستش رنگین از خونه، قلبش لبریز نفرته و وجودش سرشار از آدم کشیست، او یه خوش نخواهد. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکرد. درود دوباره و درود به یارا دانشور، چقدر زیبا بود، آفرین. حضورتون عرض کنم 2-3 نکته به نظر من حتما باید روش تمرکز. یکی مسئله این نبرد با اسرائیل. حرفایی که خامنه ای زد واقعا صدتای غاز خنده دار بود و اشاراتی که اینا میکنن، بله ما رفتیم زدیم اسرائیل، 2 وجبه میزنیم باز. اما بگذارید من براتون بگم. آقای نتانیاهو درست فردای روزی که ایران با پهپادها و موشک‌ها به اسرائیل حمله کرد، برنامه گسترده‌ای داشت در زدن 90 نقطه نظامی و امنیتی و اتمی ایران. آقای جو بایدن با ایشون مفصل صحبت کرد. نکن الان یه حالت سمپاتی جهانی به شما پیدا شده، دوباره اینو از دست نده. جمهوری اسلامی که چیزی به دست نیاورد، شکست خورد، رسوا شد، آبروش رفت. یه سری از این جوکارو که مردم ایران گفتن، بچه های کاخ سفید برای من ترجمه کردن، برات میفرستم برو بخون. و ببینید جمهوری ولایت فقیه زورش به اسرائیل نمیرسه، زورش به کی میرسه؟ به ملت، به زنان مبارز، به مردان مبارز. میرن زندان دچار بیماری های وحشتناک میشن، و بیماری وحشتناک. نگاه کنید فاطمه سپهری از روزی که به زندان رفت چند تا بیماری داشته، نرگس بانو محمدی همینطور. نگاه کنید به خصوص از زمانی که نوبل گرفت، ببینید چه ترانه علی دوستی، این نازنین بانوی که افتخار بهش میکنم، این هنرمندی که سرآمد هنرمندانه، ببینید مادرش درباره او چه میگوید. رژیم جرأت مقابله با نتانیاهو نداره. دختری ترد و نازک و باریک و هنرمند رو میبره تو زندان، بیمارش میکنه. نگاه کن
این سوال تکراری رو که همه شما رو نگران کرده، ترن حالش خوبه، جواب میدم. فقط برای اینکه آروم بشید، چون منم این سوال رو داشتم و امروز آروم شدم و حالش الان خوبه، خدا رو شکر. خوب نبوده ولی خوبه و براش دعا کنید، براش دعا کنید. بیماری سخته و به خصوص که منشأش مشخص نباشه، و من از تمام دوستانش، طرفدارانش میخوام که براش دعا کنن، انرژی های مثبت بفرستن براش و براش عشق بفرستن. میدونم که خیلیاتون دوستش دارین و خیلی محبوبه بین همتون، عشق بفرستید براش، دعاش کنید. بریم سر کنش و واکنش دیگه. حالا لطفا دیگه نگید ترنه چطوره، چون خود منم بسیار نگران بودم. خدا رو شکر از نگرانی در اومدم و به همین دلیل، چون حال خیلی از طرفدارانش و دوستانش رو میفهمم، الان همونطور که من از نگرانی در اومدم، شما هم انشالله که از نگرانی در میاد. دیگه رو سوال نکنید. بانوی نازنین، مادر گرامی، درود بر تو و درود اون دختر نازنینت و درود بر تو که یه همچی دختری تربیت کردی، هنرمند، زیبا، با سواد و اندیشه و دشمن ولایت جهل و جور و فساد. آفرین، درود بر تو. یادت باشه دختر تو مظهر شجاعت و زیبایی و آزادی است. ولی فقیه در مقابل اونا کیا رو داره؟ یه مش مجانین بیماری که نه شعور دارن نه وطن میفهمن. نگاه کن وزیر خارجهشون، همون تروریست معروف حسین امیر عبداللهیان، در عرض یه روز تفاوت حرف زدنش رو در برابر دوربین CNBC یا NBC و در شورای امنیت، هر دوش رو نگاه کن. Would not even acknowledge an attack by Israel. Speaking through an Iranian government interpreter, he said they quickly downed the drones flying over Isfahan. They took off from inside Iran, and just they flew for like a few hundred meters, and then they were downed and struck by our air defense. And it has not been proven to us that there is a connection between these and Israel. میدونی چی گفت؟ بله. نه، این رو یه اسباب بازی بود، از تو اصفهان بلندش کردن که فیلم برداری کنه ازش. اولا اینو بهتون بگم، خاک بر سر تو وزیر خارجه و اربابانت که اسرائیل از تو اصفهان اسباب بازی میفرسته بالا فیلم برداری میکنه. چقدر کشور رو خوب حفظ میکنی، چقدر قدرت دارید. قدرت چی داری میگی؟ تو شورای امنیت که میره چه جوری حرف میزن؟ همین مردک. حمله موشکی گستاخانه و جدی به سفارت کشورش که یکی از نمادهای حاکمیت آن به شمار میرود، و همچنین کشتار و شهادت ماموران قانونی و رسمی و دیپلماتیک خود هرگز ساکت نمینشیند. حمله نظامی 13 آوریل ایران اولا کاملا ضروری بود، چون ایران گزینه دیگری جز آن نداشت. دوم، ابتدای به ساکن نبود، بلکه در پاسخ به یک سلسله جنایات و حملات موشکی رژیم اسرائیل به منافع ایران، به ویژه به سفارت ما در خاک سوریه بود. سوم، در استیفای حق دفاع مشروع ایران تحت حقوق بین الملل صورت گرفت. چهارم، با رعایت معیار عدم تعرض به افراد و اماکن غیر نظامی این عملیات انجام شد. و پنجم، این عملیات صرفاً بر دو مرکز و پایگاه نظامی رژیم اسرائیل که در حمله به سفارت ما از آن استفاده شدند متمرکز گردید. بنابراین از نظر گستره و ضرورت‌های نظامی نیز محدود و متناسب بود. همچنین از آنجا که کاملا معلوم بود برخی حامیان رژیم اسرائیل
که شریک مطلق کشتار مردم در غزه هستند حتما به آن رژیم در تلاش برای خونسازی حمله ایران کمک خواهند کرد. لذا دفاع مشروع به گونه ای انجام شد تا نیل به هدف تضمین گردد. طراحی سنجیده، دقیق و حاوی پیام اقدام ما در حمله محدود و حداقلی به خدا من آدم صبوریم، ولی وقتی این مردک رو گوش میکنم میخوام سرشو به دیوار بکوبم. دو نفر اعصاب منو خرد میکنه، یکی اون محمد مرندی پسر طبیب خصوصی خامنه ای که وقتی میاد بلبل زبونی میکنه تو این تلویزیون های آمریکایی، خب اونجا به دنیا اومده، بچه آمریکاست، یه روزی هم تتوش در میاد که چه ارتباطاتی داره. این آدم و این مردک امیر عبداللهیان بی سواد، پر رو، تمام وقاعت ها رو اون زمانی که تو اطلاعات سپاه بوده یاد گرفته. حمله دقیق، سنجیده، دو پایگاه نظامی که به ما در اونجا حمله شد. مردک، پس موشکت بالای بیت المقدس چیکار میکرد؟ بالای حیفا چیکار میکرد؟ جولان چیکار میکرد؟ تو اگه نقب رو میخواستی بزن. نکته بعدی، در سفارت ببینید اینا چون شارلاتانن، در شارلاتانیزم گوی سبقت رو از هیتلر و گوبلس هم بردن، جایی که یک دونه مأمور کنسولی توش نبوده، یک مأمور کنسولی کشته نشده، میگه دیپلمات های ما و افراد مجاز و قانونی، هفتا آدمکش سپاه در کنسولگری چی کار میکرد؟ وابستگی نظامی و ایران اونجا بود، اعلام بکنید. چرا کنسولگری رو به قول خودتون در معرض خطر قرار میدید؟ چرا شما کنسولگری رو تبدیل کردید به لانه جاسوسی مرکز امنیتی و نظامی تونه؟ حالا بحثی که امروز مطرحه، تا چه حد رژیم اسد در فاش کردن این جایگاه و آدماش نقش داشت. اولا اسرائیلیا تا خرخره حزب الله جاسوس داره، تا خرخره نظام اسد جاسوس داره. اتفاقا دیروز به یکی از تلویزیون ها گفتم داستان الی کوهن در سوریه معروفه دیگه، یک جاسوس اسرائیلی رفت آرژانتین، شرکتی درست کرد به عنوان یه سوریه مهاجر که پدرش مثلا از سوریه مهاجرت کرد. خب الان کارلوس منم که رئیس جمهور آرژانتین بود سوری بود، پدرش لبنانی و سوری خیلی تو آمریکای لاتین هستن که به درجات بالا هم رسیدن. 20 سال دیگه هم شما میبینید در صف نامزدهای ریاست جمهوری ایرانی هستن، در پارلمان‌های دنیا ایرانی زیاد. لبنانیا و سوریا و فلسطینیا مهاجرت تو سالها قبل از ما شروع کردن، بعد از جنگ جهانی اول یه مرحله اصلا پاشتن امپراتوری عثمانی، بعدم بعد از جنگ جهانی دوم، حالا و تشکیل دولت اسرائیل. میگوید که بله شما در کشوری هستید به نام فلسطین، میگه از این ور تا اون ورش، اینا اسمشو گذاشتن اسرائیل. اینطور نیست، حتی قبل از تشکیل دولت فلسطین هزاران هزار فلسطینی و سوری و لبنانی مهاجرت کردن رفتن، و حالا خب به مقام ریاست جمهوری هم رسیدن. اشاره کردم کارلوس من امرو براتون رئیس جمهور شد، به سوریه هم سفر کرد اصفهان به سرزمین اجدادی، ولی داستانی که اینها به هم میبافن این خیلی جا.
بله کشورهایی که همراه با رژیم صهیونیستی بودن ما به اونا هم پیام دادیم. پیام چی دادید؟ چه پیامی دادید؟ عربستان سعودی آسمانش رو محافظت کرد، اردن کرد این کار رو، حالا میگن سوریه به اسرائیل خبر داد. خیلی خوب، سوریه آقای بشار اسد آدم بسیار بیچشم رویه، اما در برابر روسا اینجوری نیست، ولی در برابر شما هست. چرا؟ چون شما رفتید اونجا کشورشو ژئوپلیتیکشو به هم بزنید، رفتید اونجا روستاهایی رو با پول شیعه کنید. یه آدم علوی رو نمیخواد، یه آدم سکولار رو نمیخواد، لعنت به رژیم سوریه، اما به هر حال سکولاره، دعوای زن و مرد اونجا نداره، ولی تو داری. یه نکته جالب تر که دیدم، اینا شروع کردن نیش اتمیشونو اگرچه قلابی ولی نشون دادن، ما اتم داریم، ما اتم بغلشیم. اول قدوسی رو ببینید که میگه بغلش، میگه آره قدوسی، میگه چیزی دیگه نمونده، ما رسیدیم به اون نقطه، اگه لازم باشه یه هفته ای خلاصه بمب رو درست میکنه بغلش. اما جالب تر از اون، سردار حق طلبه، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای، چقدر خوب مراقبت کرده. فخری زاده کشته میشه، آقای حق طلب خوابه، لابد در خانه همسر دومش، مراکز اتمی رو همه میزنن، آقای حق طلب توی زیرزمین قایمه. الان ببینید چه بلبل زبونی آقای حق طلب میکنه. تهدیدی به اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی محتمل و قابل تصور می باشد. با این حال این امکان برای جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح وجود دارد اگر هر گونه تهدیدی به اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به وقوع بپیوندد، امکان مقابله مصر با استفاده از سلاح‌های پیشرفته وجود خواهد داشت و قطعاً مراکز هسته‌ای رژیم مورد تهاجم و عملیات قرار خواهد گرفت. به فرمایش مقام معظم رهبری، حماقت، ابعاد حماقت یه فرمانده، بله دانشگاه جنگم رفته و دونم، انقدر این حماقت وسیعه، انقدر این حماقت وسعت داره که این آدم برمیگرده میگه مراکز اتمی دشمن مورد حمله قرار خواهد گرفت. یاردان قولی، اولا میذارن تو مراکز اتمی دشمن رو بزنی، یه مرکز اتمی رو در دیمونا زدن یعنی تمام منطقه رو شعاع اتمی میگیره. تو یاردانگولی میخوای بری بزنی؟ تو فکر میکنی آمریکایی که رفت هیروشیما رو زد، بعد هیروشیما در اون گوشه دنیا بود، دورش هم آب بود، تو میخوای بری حیفا رو بزنی یا دیمونا رو بزنی و منطقه به هم فشرده که تنگاتنگه ببری زیر شعاع اتمی؟ آخ خجالت بکش. شما یه موشک سادتون کار نکرد، دهان ببندید. حالا از این بدتر مجرمی به نام حاجی زاده است، جنایتکاری که بچه های بیگناه مردم رو تو هواپیمای اوکراینی به قتل رسوند. حالا ببینید چه میگه. حساب میکنم این یاردانگولی اگر یک ذره نقشه بلد بود، یک ذره دانش نظامی داره، مردک آمریکا تو بحرین، ناوش ناو آمریکا تو قطره،
در 50 کیلومتری توه، در 100 کیلومتری توه. شرم کنید از این دروغ ها. شما در 2000 کیلومتری بمونید بکنید تا اون روزی که حاجی زاده دوان دوان دنبال سوراخ میگرده مردم ما ببینند ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری زاده تا فردا در پناه پروردگار.